وقت شما عزیزان به خیر و شادی باشه در هر کجا که هستید هم بطنان عزیزم آیا تا به حال شده که به کسی قولی داده باشید و نتوانسته باشید اون قول رو انجام بدید و یا بالاخره به رأی فکر و یا احساسی نخواستید اون قول رو انجام بدید زمانی که اون شخص رو دیدید یه حس خجالت و حس شرم کردید و آیا حالا شده کسی به شما قولی داده باشه که اون قول رو یا نخواسته یا نتوانسته انجام بده مسلما فکرتون بر این بوده که اون شخص شخصیتی بوده که نسبت موقعیت شما و یا اصلا شخصتا مسئول پذیر نبوده مسلما بدقولی همیشه به انسانها آسیب خواهد زد چه در خانواده چه در محل کار چه در جامعه نیز همیشه آسیب زده و باعث این شده که اعتبار و اعتماد نیز برداشته بشه اولین بدقولی رو ما در باغ عدن میبینیم که آدم و هوا در کتاب پیداش اعلام میکنه که عهد را شکستن اون عهد و اون قولی که به خدا داده بودن که نسبت به آنچه خدا گفته بود نیز عمل کنن اما برخلافش انجام دادن و ما میدانیم زمانی که ما بدقولی میکنیم هم خودمون رو و هم دیگران رو آزار میدیم اما یک نفر رو خیلی خوشحال خواهیم کرد و اون شیطان هست چرا که همین شیطان بود که آدم و حوا رو متقاعد کردش که وفادار نمانند برای خداوند و نیز اون خوشحال شد همون گونه که ما در انجیل متی 5 37 میخونیم اعلام میکنیم سخن شما فقط بلی یا خیر باشد زیاده بر این از شیطان هستش آنچه را که ما میتوانیم انجام بدیم چقدر زیباست که انجام بدیم در غیر این صورت بهتر هستش که ما افکار خودمون و دیگران رو متقاعد آن کاری که میتوانیم انجام بدیم به طور خاص وقتی که در حضور خدا میریم در کنار اینکه پرستش میکنیم خدا رو و حتی توبه میکنیم نسبت به اعمال و افکارمون گناهانمون خودمون رو تقدیس میکنیم گاهی ما به خدا نیز قول ها میدیم فراموش نکنیم ما به خدا داریم قول میدیم خدایی که قول ها و وعده هاش پایدار است حتی کلام خدا میگه یکی از وعده های خدا من نیست بر زمین نیفتاده در مزمور 67-11 میخونیم که اعلام میکنه نصر کنید و وفا نمایید و برای یهوه خدای خود همه که گرداگرد او هستید در دوم تسالونیکیان دو پونزه الا هیفده اعلام میکنه پس ای برادران استوار باشید و آن روایات را که خواه از رسالت ما آموخته اید نگاه دارید و خود خداوند ما عیسی مسیح و خدا و پدر ما که ما را محبت نموده و تسلی ابدی و امید نیکو را به فیض خود به ما بخشیده دلهای شما را تسلی عطا کند و شما را در هر فعل و قول نیکو استوار گرداند پس چقدر خوبه که زمانی که ما میخواییم قول بدیم قبل از اینکه قولی رو بدیم اول بریم در حضور خدا از خدا بخوایم که خدایا منو برکت بده نسبت به قولی که به خودم بر فرض برای ترک سیگار برای لاغر شدم برای سلامتی خودم هر موردی که نسبت به خودم هست رشدم در زندگی قولی که به خانوادم میدم قولی که به خلق خدا میدم و قولی که به خدا میدم خدایا منو تو استوار کن که در این استواری بمانم و خوشقل باشم و این واژه بدقولی از زندگی من و رابطه من نیز دور بشه همچنین در نامه کلوسیان سه هیوده میخوانیم که اعلام میکنه و آنچه کنید در قول و فعل همه را به نام ایسای خداوند رو کنید و خدای پدر را به وسیله او شکر کنید یعنی اینکه از خداوند این قوت رو بگیریم که به آنچه که اعلام کردیم اون را انجام بدیم برای جلال نام او فیض خداوند مسیح با شما عزیزان باد